سلام دوستان، شب بخیر. من پویان اصلانی هستم، عضو نهاد راهبردی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران. با یک برنامه دیگر از رنگین کمان، بنیاد آزادی و اندیشه، ارگان رسمی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران، در خدمت شما هستیم. ما امروز می‌خوایم در مورد دموکراسی و اینکه چگونه میتوان آن را در ایران نهادینه کرد صحبت کنیم. من در این برنامه در خدمت آقایان فرهنگ قاسمی، سخنگوی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران، و اسفندیار خلف، عضو نهاد راهبردی حزب سوشال دموکرات و لایک ایران هستم. به هر حال بحث دموکراسی یه بحث خیلی مهمیه که خب خیلی هم نظر دارن راجبش و هم فکر میکنن که چگونه باید انجام بشه در ایران و یا حتی در کشورهایی که خب به هر حال اگه در خارج ایران زندگی میکنن به جورهایی هم تجربه کردن. اما اون سوالی که مهمه که قبل از اینکه اصلا برسیم که به دموکراسی چی هست و چگونه باید نهادینه بشه، به هر حال هیچ کشوری هم یه دموکراسی رو اگر به عنوان یک پروسه ما در نظر بگیریم، یک پروسه در حال بهینه شدنه که در همه کشورها در جهت بهینه کردن اون پیش میرن. اما در این حال دموکراسی یک مفهومیه که به نظر من خیلی مبهمه و در این حال هم توصیفش میکنن و سوال اینه که خب دموکراسی چی هست؟ قبل از اینکه من سوال رو از مهمانان برنامه بپرسم، اون چیزی رو که من می‌خواستم، باور من هست به دموکراسی اینه که در حقیقت دموکراسی یک سیستم حکومتیه و یک سری مجموع قوانینیه که بر اساس اون دولت، که در اینجا منظور همه قوای سگانه در دولته، در اون سیستم دولت رو انتخاب میکنه و دولت در اون سیستم فعالیت میکنه و در اون سیستمی که که باعث میشه مردم به هر حال بحث گاورننس انجام بشه و مردم تحت یک حاکمیتی از دولت قرار میگیرن. اما سوالی که خیلی مهم هستش، چون ما به هر حال در وهله اول جمهوری خواه هستیم و بحث اینه که این دولتی که ما داریم صحبت میکنیم از مردم میاد، سوال همیشه خیلی بزرگ برای سیستم یک دموکراتیک اینه که چگونه مردم حاکمیت خودشونو یا کنترل بر دولت رو تعریف میکنن. شاید این قسمتی که خیلی از دوستان زیاد بهش توجه نمی کنند و بعدن نظرشون یا استنباطشون از دموکراسی خلاصه میشه به رأی گرفتن، یعنی اینکه اگر یک سیستم دولتی وجود داشته باشه و تا وقتی که ما رأی بگیریم به هر حال هم دموکراسی هست و خب بعضن هم اشاره میکنن که خب ما جمهوری هم هستیم. در صورتی که در یک سیستم دموکراسی دو قسمت وجود داره، یکی این که خب به هر حال دولت چگونه انتخاب میشه و میره بالا و سوال مهمتر شاید این باشه که اصلا بحثی که ما چگونه مردم این حاکمیت دولت رو کنترل میکنن. برای اینکه این رو ما یک مقدار جلوتر ببریم و سوال این که وظیفه اون دولتی که به هر حال به نوعی انتخاب میشه، که ما بحث خواهیم کرد چگونه انتخاب میشه و جلوتر خواهیم بریم، سوال اینه که خب وظیفه اون دولت چیه؟ به نظر من وظیفه اون دولت اینه که باید اون دولت در جهت ارضای علایق مشترک و قابل تشخیص مردم باشه و این فاکتورهایی که به هر حال نشون میده که وظیفه دولت چیه. حالا سوالی که مطرح میشه، این علایق مشترک مردم و قابل تشخیص مردم چیه؟ یعنی اگر ما از بریم توی هر کوچه و بازار و محله ای از شهروندان سوال کنیم که خب فکر میکنید علایق محله شما چیه، شما چه چیزی رو از دولت میخواین، شما چه چیزی رو میخواین، یک دولت مشروع باید بتونه که جواب بده که خب این علایقی که مثلا ما از این محله پیدا کردیم، این علایق مشترکی که بیشتر مردم در ایران یا هر جای دیگه مشخصه چی میخوان و قابل تشخیصه. یعنی اینجوری نیستش که محله با محله فرق بکنه و چون انقدر فرق بکنه هیچ کدوم ردی از اینها رو در دولت نمیتونیم ما پیدا بکنیم. پس در این صورت اگر بخوایم دموکراسی رو تعریف بکنیم، یا حداقل اون چیزی که من بهش باور دارم، به خصوص اینکه به عنوان یک مهندس اون چیزی که برای من وجود داره، دموکراسی فقط به هر حال بحث رأی گیری و صندوق رأی گذاشتن نیست. اون چیزی که در دموکراسی مهم هستش پیدا کردن این علایق مشترک مردمه. برای اینکه این کار رو بکنیم ما باید یک سیستمی رو طراحی بکنیم و برای اینکه یک سیستمی رو ما طراحی بکنیم، در هر طراحی
فرقی هم نمی‌کنه حالا در رشته مهندسی است یا رشته‌های دیگه. اون مهمترین بحثی که در طراحی وجود داره اینه که ما چگونه نیازهای یک سیستم رو پیدا می‌کنیم. خب در سیستم دموکراسی نیازها نیازهای مردمه، نیازهایی که مردم میخوان داشته باشن و همینطور هم این که بعداً همونجور که اشاره کردم نیازها قابل تشخیص باشه توسط دولت. پس پیدا کردن این نیازها قبل از اینکه ما بگیم مثلا دموکراسی چیه، اولین هدف دولت باید باشه یا هدف مردمی باشه که میخوان یک سیستم دموکراتیک رو در کشور خودشون انجام بدن. حالا برای اینکه ما برسیم به اینجا که چگونه این نیازها رو ما میتونیم از مردم داشته باشیم و چه برنامه‌ای داشته باشیم که نیازها رو در حقیقت جمع بکنیم و یک اجماع وجود داشته باشه در ایران که این نیازها چگونه است، ما میخوایم امروز با مهمانانمون صحبت کنیم. جناب فرهنگ قاسمی، شما طراحی دموکراسی یا اصلا میخوان یک سیستم دموکرات رو به هر حال طراحی بکنید، چه خصوصیاتی رو براش قائل هستید و چگونه فکر میکنید انجام بشه با توجه به اینکه به هر حال ما از 120 سال پیش از تاریخ مشروطیت تا به حال که به هر حال اولین مسئله‌ای که مردم ایران داشتن بحث دموکراسی بوده، چگونه اینو در یک پروسه تاریخی نگاه میکنید و اگر اینو به صورت پروسه نگاه بکنید، درسته خب ما در 120 سال هنوز به جایی به هر حال اونقدر دموکراسی که میخواستیم نرسیدیم، ولی تجربیات گرانبهایی داریم، چگونه میتونیم این تجربیاتمون رو استفاده بکنیم در جهت نهادینه کردن دموکراسی در ایران؟ من خوشحال خواهم شد که شما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. بله، با درود خدمت شما آقای پویان اصلانی و خدمت آقای اسفندیار خلف، دوستان گرامی و همسازان گرامی عضو حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران، در این شرایطی که ما امروز در ایران شاهد هستیم، امروز روز 15 آذر 14، 15، 16 در ایران بنابر تقاضای دانشجویان، کسبه، اصناف، اعتصابات بزرگ و بی‌نظیری شروع شده از دیروز که امروز در حال ادامه است. این اعتصابات در واقع خواست اصلی همینی که شما راجبش صحبت میکنید، علیه دیکتاتوری و برای آزادی و دموکراسی. اما دموکراسی، قبل از اینکه به سوال طراحی شما پاسخ بدم، اول سعی میکنم بگم دموکراسی چیه. و چگونه میشه اینو در یک جامعه نهادینه کرد یا کوشش کرد که نهادینه بشه. دموکراسی یک فرارونده، یک روند نیست، یک فرارونده. حالا چرا میگم که من کلمه فرارونده رو استفاده کردم؟ یعنی فراتر از خودش میره، روندی که فراتر از خودش میره. این فراروندش حالت روانه‌ای داره، یعنی یک نوع تداوم درش وجود داره. پس دموکراسی یک فراروند روانه‌ایه که در اثر مصاحبت و ممارست و در اثر شرایط صلح، احترام، مهر، دوستی و قبول نظرات
همدیگه رشد پیدا میکنه. این رشدش در رشد پیدا میکنه برای اینکه مردم بتونند در امور خودشون مشارکت کنند و این مشارکتشون در دو جهت بتونه رشد پیدا بکنه، یکی در جهت افقی، یکی در جهت بالا رفتن، یعنی هم حرکت توشه و این حرکت موقعی ارزش داره که فرا بره، بالا بره. بنابراین میشه یک قوس صعودیه که مرتب در حال صعوده، مرتب در حال بالا رفتنه، برای اینکه مردم خودشون بتونن در امور خودشون مشارکت بکنن. حالا باز بخوام خلاصه بکنم، یک دموکراسی یک فراروند روانیه که در اثر ممارست، مصاحبت، احترام متقابل، دوست داشتن همدیگه و راستی و دوستی پیش میره و دو اثر میذاره. یک اثریه که تداوم پیدا بکنه، یک اثریه که جامعه رو رشد بده، به بالا ببره. خب این تعریف حالا بگیم فلسفی سیاسی دموکراسی. اما اگر اینو ما بخوایم در جامعه پیادش بکنیم، باید در عرصه‌های مختلف بهشون مدل بدیم، به این کار مدل بدیم، یا به قول شما طراحی بکنیم. یعنی مثلا اگر قرار باشه که ما دموکراسی رو در عرصه آموزش و پرورش مورد توجه قرار بدیم، باید به دنبال همونطوری که شما گفتید خواستها، ابزارها، امکانات و همینطور شرایط سنتی و اجتماعی جامعه توجه کنیم. اولین کانون دموکراسی کانون خانواده است. اگر در یک خانواده بین پدر و مادر این روابطی که عرض کردم، این صفاتی رو که در تعریف دموکراسی آوردم، رعایت بشه، این هم باعث میشه که بین پدر و مادر رشد پیدا میکنه و هم کودکان براشون یک آینه میشه، همونها رو ازش استفاده میکنه. و در کوچه وقتی میرن سعی میکنن اون روابط رو ازش استفاده بکنن، رعایت بکنن. مدرسه وقتی میرن میتونن رعایت بکنن و استفاده بکنن. اما وقتی وارد مدرسه میشن، یک سری قوانین، مقررات وجود داره در مدرسه برای آموزش که اون قوانین و مقررات باید در انطباق
با اون چی که بهش دموکراسی میگیم باشه، یعنی مشارکت مردم در شرایط مساوی، یعنی احترام متقابل به یکدیگر، یعنی تداوم در روی این مسئله مشارکت. یعنی مشارکت نگیم امروز بشه فردا نشه، به این خاطر بشه به اون خاطر نشه، یا یک ایدئولوژی نیاد که این اصل مشارکت رو روش بخواد اثر بذاره. اینجاست که من بدون این که بخوام زیاد وارد مسائل نظری بشم، یک پله میرم بالا، میام به سوی چیزی که شما استفاده کردید، مسئله طراحی در دولت، یعنی نقش دولت. نقش دولت در دموکراسی بسیار بسیار مهم. دولت باید یک فلسفه وجودی برای خودش داشته باشه که اون فلسفه وجودی باید رشد خودشو در احترام به نظر دیگری کرده باشه. به این شکل میگم که به هر حال هر وقت انسان‌ها بغل هم میشینن و با هم هستن، با هم مشارکت میکنن، با هم یا دارن یه چیزی رو میسازن یا دارن فکری رو میکنن، یک نفر دو نفر به دلایلی خودشون رو میخوان تحمیل بکنن بر دیگران. این در ذات انسانه، این در ذات حیوان نیست. در ذات حیوانات هم هست، منتها به این شکل نیست، اون روی مسئله زوره. این در ذات انسان هاست که حتی با استفاده از عقل خودشون این کارو میکنن و میخوان با عقل خودشون به دیگران اقناع بکنن که اینی که من میگم درست تره. و خب این نیاز به گفتگو و صحبت کردن مداوم و وقت دادن به اینی که آدما بعد از گفتگو، بعد از گرفتن این اینپوت ها، بتونن اینها رو با هم توش کار بکنن که آوتپوتی که میده با رضایت اون چیزی باشه که خواسته میشه. بنابراین مدلیزاسیون یا طراحی دموکراسی باید بر اصل عمده مشارکت برابر و آزادی برای همه افراد باشه. اگر اینو ببریم به سطح دولت، مجبوریم بریم پای قراردادی که قدرت با ملت می‌بنده، یعنی مجبوریم بریم پای دولت و ملت، یعنی مجبوریم بریم پای قرارداد اجتماعی که اسمش گذاشته شده قرارداد اجتماعی، به وسیله دانشمندانی مانند روسو و جان لاک و کسان دیگر، که این بر میگرده اسمش میشه قانون اساسی، یعنی قوانین اساسی که
اجازه میده یک زندگی، یک جامعه بر اساس مشارکت، بر اساس صلح، بر اساس دوستی، آزادی، برادری، برابری بتونه حرکت بکنه. این در این حالت. حالا هرچی این قانون اساسی بیشتر به این مسائل بپردازه، میتونه شانس موفقیت رو داشته باشه، ولی حتما موفق هم نیست. برای اینکه یک مسئله دیگر که فقط اشاره میکنم تموم میکنم، و اون پتانسیل اون جامعه است با توجه به تاریخ و تمدن و گذشته خودش که بتونه از تمام دستاوردهای دموکراتیک در دنیا استفاده بکنه. یعنی هرچی سنت و عقبگرایی و تعصب در جامعه بیشتر باشه، شانس رسیدن به دموکراسی کمتره. من تا اینجا بحثم رو تموم میکنم که آقای خلف دنبال شده. خیلی ممنون آقای قاسمی. جناب خلف، من اگر بخوام در حقیقت یک پلی بین صحبت، یعنی سوال خودم و صحبت آقای قاسمی داشته باشم و سوال مشخص‌ترم برای شما، اینه که آقای قاسمی در انتهای صحبتش به بحث پتانسیل جامعه پرداخت. یعنی اینکه اون به هر حال پتانسیل رو، یعنی در حقیقت به نوعی اون تجربه هایی رو که ما داشتیم در 120 سال گذشته، شما این تجربه ها رو چی میبینید که میتونه در نهادینه کردن یک سیستم دموکراسی در آینده ایران که امیدوارم خیلی زود باشه استفاده کرد؟ اگر شما یک تقریبا یک به اختصار اشاره‌ای به این بکنید که از تاریخ مشروطیت تا به حال ما چه تجربی رو کسب کردیم به عنوان یک ملت که میتونیم از این تجارب استفاده بکنیم در جهت نهادینه کردن دموکراسی، بعد ما بیشترم راجع به این صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. منم سلام دارم خدمت شما آقای پویان اصلانی و همچنین آقای فرهنگ قاسمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان. من اگر اجازه بدید دنبال یه سری صحبت‌های آقای قاسمی بگیرم که از ملت دولت صحبت کرد یا از دولت ملت، که یکی از خواستهای اصلی مشروطیت بود در ایران و حق حاکمیت ملی میخواست از طریق صندوق رأی قدرت رو بیاره زمینی بکنه و فرهنگ رنسانسی وارد ایران بکنه. در خاورمیانه اولین کشوری بود که بین ارزش ها روشنفکران ایران به این رسیده بودند و به یک قانون اساسی بعد از در نشست قبلی هفته گذشتم من اشاره کردم که ایران سومین قانون اساسی بعد از 1776 فیلادلفیا و 1792 فرانسه، ایران در خاورمیانه اولین کشوری است و سومین کشوری است که از نظر جهانی در ایران میخواد قدرت زمینی بکنه، از طریق پارلمان دولت ملت رو میخواد تشکیل بده. چه عواملی باعث شد که انتخابات پارلمان، آزادی احزاب به یک سمت دیگه رفت، کودتاها یا مسائل دیگه که نتونست موفق بشه؟ ما این تجربه را در حدود 120 سال قبل داریم. ولی آقای قاسمی یه اشاره‌ای به نظر من خیلی درست کردن و توی باورنامه امام هست، اون دستاوردهای جهانشمول جهانی است، مثل قانون اساسی که ما سومینش بودیم. ولی تو حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران مسئله لایسیته مطرح میکنه که همین 9 دسامبر، یعنی امروز 6 سه روز دیگه 1905، در فرانسه یا
یه قانونی داریم به عنوان قانون لایسیته یا جدایی کلیسا از سیاست، بگم کلی مذهب رو میبره به وسیله قانون در یک جایگاه خصوصی قرار میده به حد حدودش نظر سیاسی، مالی و و و خیلی روشن میکنه. اونجا باور داشتن یا نداشتن در حوزه خصوصی قرار میگیره، نه در حوزه عمومی. در نوع دموکراسی که حزب سوسیال دموکرات لایکی ایران به صورت روشن مطرح میکنه، این لایسیته است که دستاوردهای جان شمول. دو، مسئله منشور جهانی حقوق بشر از بعد از جنگ جهانی دوم واقع نکسند که 10 دسامبر یعنی روز بعد، 9 روز لایسیته است و 10 روز منشور جهانی حقوق بشر به میثاق‌های مربوطه. این حزب سوسیال دموکرات این دومین یا بگم دومین ارزش دستاوردهای جان شمول که میخواد اینو در دموکراسی آینده برعکس اون چیزی که در مشروطیت یا در 43 سال قبل رژیم استبداد بگم تو دموکراسی اسلامی اصلا مطرح نکرد یا مردم آگاهی به اون سطح نداشتن که در مورد دموکراسی و جدایی دین از سیاست صحبت کنند تا به این روز دچار نشیم. در صورتی که حزب سوسیال دموکرات لایک اومده در باورنامه‌اش، در پیشنهادش به صورت روشن مکتوب اینو میذاره رو میز. چیزی دیگه هم داره اینو بگم، ولی در این مورد تا دستاورد جان شمول که آقای قاسمی دست میذاره به توی برنامه حزب ما خیلی روشن، به اضافه مسئله جمهوری خواهی و پارلمانتاریسم هم هست. یعنی میخواه از طریق حتی تفکیک قوا خیلی مهمه اینجا، یعنی برای اولین بار داره اون شکست هایی که جنبش مشروطیت یا قانون اساسی مشروطیت یا از رضا شاه تا با محمد رضا شاه تا 57 یا این 43 سال داره انظر سیاسی اینو خوب بررسی میکنه. نمیخواد این ناروشنی ها، این مبهمگویی ها باز تکرار بشه. میخواد به عنوان یک حزب سیاسی برنامه های کارشناسی شده قابل اجرا پیشنهاد کنه قبل از گذار، برای بعد از گذار که بتونه اون انتخابات و اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی را رومیز بذاره، ترابط جوابگوی معضلات باشه. در مورد اقتصادی هم همینه، چون که اگه ما موضوعمو در مورد توسعه اقتصادی روشن نکنیم، ژئوپلیتیک منطقه روشن نکنیم، باز یه سری کلیگویایی است که بهش به حالت شعارگونه داره و نمیتونه اون ارزش و یا ارتقاء فرهنگ سیاسی بده. این خیلی خیلی مهمه و یه خودش یک نوآوری است در کشوری مثل ایران و خاورمیانه، چون که ما مشکلات نگاه سنتی مذهبی دارن بیشتر و شما با نگاه سنتی مذهبی نمیتونید به اون دموکراسی هایی که در قاره اروپا یا آمریکا که بعدش باید دست گذاشت روی اون تفکیک قوا، شما با نبودن دموکراسی نمیتونید تفکیک قوا انجام بگیره. دیدیم در زمان دیکتاتوری پهلوی که نظامی بود بیشتر تا مذهبی، اونجا هم تفکیک قوا انجام نمیگیره، چون دربار در واقع تعیین کننده همه چی میشه. در ولایت فقیه هم بدتر شده که بهتر نشده. پس یکی از لازم و ملزوم تفکیک قوا، اگه خوب نگاه کنیم در دموکراسی اروپایی و آمریکا، اون تفکیک قوا بلت وجود دموکراسیه. این اگر ما به این اشاره نکنیم، تاکید نکنیم، باز به مبهم ناروشن و آمادگی داریم به سمت یه دیکتاتور دیگه به یه شکل دیگه بریم. حتی دوستانی که سکولاریسم رو مطرح میکنن، اونم در از دیدگاه در یا بگم اسلام و خاورمیانه، سکولاریسم در کشورهایی که رفرم شده و بخصوص اکثریتش پروتستان باشند، که از نظر فرهنگی جاش پیدا کرده، بله امکان داره، ولی در کشورهای اسلامی چه شکل سنیش و بعد چه شکل شیعهش، که خود شیعه یه شکل حزبیه، تک حزبیه، نه
به خاطر مرجع تقلید و حالا ولایت فقیش هم صحبت نکنیم، دارای امکانات اجتماعی مالی و و اینکه قانون 1905 از اول شروع کردم اینو ازش میگیره. اگه شما اینو ازش نگیرین، قدرت سیاسیش، قدرت مالیش هر آن بر میگرده. مثل اومدن بعد از رفتن رضاشاه، کتککاری رضاشاه رفرم دینی نبودا. رضاشاه به خاطر حرکات فردی خشونت آمیز بود. به محض که بریتانیا رضاشاه را برد، توسعه حوزه علمی قم توسط آیت الله قمی و بعد بروجردی و کاشانی و و و دیدیم که در پهلوی دوم شریک روحانیت سنتی شریک بود در قدرت سیاسی توسط کاشانی ها، فلسفی ها و بهشتی ها، حتی دروس دبستان ها و دبیرستان ها. همه اینا نگاه کنید، یعنی مذهب همیشه در از صفوی تا امروز در ایران یا قدرت سیاسی را در کل داشته یا شریک بوده از طریق دربار در قدرت سیاسی. به این خاطره که اگر اون تز یا بگم پدیده لایسیته را مطرح نکنیم، چرا لایسیته میتونه در مورد جدایی دین از سیاست و تبعیض‌های گوناگون که بخصوص زنا، مردان به دیگر نقاط کشور ما اسیر این مسائل تبعیض‌های گوناگون شدن و پایه و اساسش مذهب، سنت، حتی تقسیم ثروت ایران که متعلق به همه ایرانیان هست در برابر قانون مساوی حقوقن، ولی انجام نمیگیره. چرا؟ چون که اون شکل نگاه قانونی ما نداریم در قانون اساسیمون، چون ما نمیتونیم هنوز اون بینشه که در قانون اساسی ایران چگونه توسعه اقتصادی و تولید ثروت و بعد به صورت مالیات یا به صورت بگم هزینه های آموزش و پرورش، بهداشت، بازنشستگان و و و اینو برگرده به اون ملت رفاهش رو تأمین کنه تا حدی. ولی با شعار میدیم عدالت اجتماعی، ولی نگاه کنید تو برنامه اقتصادی، توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت صحیح یا استفاده از دانش ایرانیان که از تکنیکی یکی از ملتهایی است که خیلی در این مورد پیشرفت میکنه و داره، اینو محاسبه نمی کنیم. اینو به بگم به اون جایگاهی که باید بهش بدیم نمیدیم، ولی در واقع به عنوان یک شعار عدالت اجتماعی خیلی بهش ارزش قائل میشیم. در واقع اون عدالت اجتماعی هم که صحبت میکنیم چیزی جز تقسیم قدرت و به تقسیم ثروت یا بگم تقسیم فقر چیزی دیگه نیست، چون اگر شما تولید ثروت نکنید نمیتونید چیزی رو تقسیم کنید. میشه مثل استالین، استالین فقر رو تقسیم کرد نه ثروت رو، تو چون تولید نمی کرد. این نباید باز تکرار کنیم. ولی برگردم به بحث اصلی خودمون که چگونه حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران نگاهش به پارلمانتاریسم، چون نوع دموکراسی ایران بر اساس حق حاکمیت ملی به صندوق رأی، همونجور که فرمودی در اوایل صحبتات، یکی از اجزا رأی دادن صندوق رأی، تازه اونا تو مشروطیت پهلوی اول و دوم اینم تعطیل کردن، این هم تعطیل کردن. در جمهوری اسلامی اینو دور میزنه به خاطر اون قدرتمندی ولایت فقیه، این به وسیله سپاه پاسداران انتخابات و مجلس و اینا، رئیس جمهور هم نقشی ندارد. اینو به یه شکلی رأی مشورتی است، تعیین کننده نیست، چون خود ولایت فقیه با بیتش تصمیم گیری میکنه. اینه که اگر حزب سوسیال دموکرات اینو میذاره روی میز، یعنی درست اون ملت دولتی است، اون مذرت خواهم، اون دولت ملتی است که باید از اوایل مشروطیت انجام میگرفت و هنوز که هنوزه ما دولت داریم ولی ملت جایگاهش مشخص نیست. زمان پهلوی ها به صورت رعیت بود و زمان جمهوری اسلامی به صورت امت میاد جایگاهش پیدا میکنه، ولی در واقع اون شهروند نیست. در دیدگاه حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران اون شهروند که تعیین کننده است. شهروند جایگاه، شما نمیتونید حقوق شهروندی، یک قانون اساسی، یک دولت قانونمند، جامعه مدنی،
شما نمیتونید بر اساس یک دولت قانونمند، جامعه مدنی، تفکیک قواه صحبت کنید ولی بدون اون جایگاه اصلی دولت ملت رو. این یکی از به نظر من، این نظر فردی من، یکی از اشکالات مهمی که ما موفق نشدیم در سالی 20 سال، چون اومدیم رضاشاه را به عنوان پادشاه جاده ساز. فکر نمی کنم مردم ایران نمی دونستن مشروط نقش پادشاه در رژیم، در یک نظام مشروطه چیست. فکر میکنن مردم دنبال یک مهندس جاده ساز بودن یا راه آهن بودن. اینه که یه عده نقشش ها را میارن، معذرت میخوام، افتخار میکنه بعد از 40 خورده سال که شاه تو اوپک شرکت کرده، اون مذاکرات مربوط به نفت. آیا پادشاه یک مملکت در قانون اساسی مشروطه، چه در ایران چه در جاهای دیگه مثل سوئد و دانمارک و اسپانیا، آیا همچی چیزی وجود دارد؟ یا وزیر مربوطه یا نخست وزیر در حوزه اجرایی است. شاه نقش با همجور که مصدق بارها گفت، شاه نقش اجرایی ندارد در قانون است. این یکی از مشکلاتی که حتی امروز در چارچوب اپوزیسیونه. اپوزیسیون من میگم پهلوی چی، نمیگم مشروطه خواه، چون که خود من از خانه مشروطه میام. اگر خلاصه بفرمایید این قسمت از صحبتتون. متشکرم. همین الان تو میکنم. من خودم از این خانواده مشروطه میام. یه زمانی 3 تا نماینده، 2 تا نماینده شورای ملی داشتیم و عضو کمیسیون نفت و یکی هم داشتیم سنا. ولی این پهلوی چی یک پدیده دیگه است. یعنی میخواد قدرت اجرایی، سیاسی، پارلمان، همه تصمیم گیری ها در دربار در توسط یک شخص انجام بگیرد. و یکی از عللی که اونهایی که شیخ فضل‌الله نوری را اعدام کردن، بعدن خمینی را در ماه دیدن 50 سال بعدش. این یکی از اشکالاته که امروز هم یک عده 40 سال 30 سال مهم نی در قاره آمریکا یا اروپا هستن، هنوز آشنایی با دموکراسی های موجود غربی ندارن یا نمیخواهند داشته باشند. بنده تمام کرد. خیلی ممنون. من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم، شاید این سوال، یعنی این جمله رو از تام پین که یکی از فیلسوفای انگلیسی بود که نقش بسیار زیادی در انقلاب، هم در انقلاب آمریکا هم انقلاب فرانسه داشت، این بود که میگه که شاهزاده یا همون شاهی که فرمودید شما در صحبت رضا پهلوی اول، به معنای قدرت اختیاری یک فرد است که خودش آن را اجرا می کند و نه جمهوری که باید آن را اجرا بکند. این بحث خیلی مهمیه که در هر صورت وقتی تو ما در یک پروسه 120 ساله نگاه می کنیم و اونجور که شما به درستی اشاره کردید، قرار نیست که به هر حال ما قدرت تصمیم گیری فرد یا یک جامعه را در این خلاصه بکنیم که خب جاده بسازه یا راهن بسازه، ولی در این حال چون حالا یه چیزیش خوب بوده از 150 تا چیز دیگه ای که انجام داده، و یا اینکه اصلا به این باور نداشت که مشروعیت خودش از کجا میاد و بیایم اینو بزرگش کنیم و بگیم که خب نه خیلی خوب بوده جاده زیاد ساخته، چون به هر حال درست جاده هم خوبه ولی به هر حال هدف ما جاده سازی فقط نیست. به هر حال نقش هنجاری دموکراسی اینه که یک دموکراسی باید یک دولتی رو به وجود بیاره که همه منافع مشترک و قابل تشخیص مردمش رو جهت بدهد. و این به هر حال دوباره برمیگرده به اون صحبت اولیه من که خب چگونه ما به عنوان جمهور، وقتی چون بحث جمهوری و دموکراسی، شاید میگم من همون جوری که جناب خلف شما اشاره کردم، من باش با شما موافق هستم، شاید یه خطری که برای ما ایرانی ها وجود داره، حالا شما به عنوان اپوزیسیون یا کلا کسایی که از ایران خارج هستند، به هر حال ما در یک، به خصوص اونهایی که در غرب هستند، ما وارد یک جامعه هستیم که به هر حال یک سری سیستم، یه سیستمی داره که حالا بعضا بهش به دموکراسی عنوان میشه و یه سری قوانینی وجود داره. خب به هر حال از لحاظ اقتصادی بعضا از ایران جلوتر هستند و خیلی از ایرانی ها برایشون این باور وجود داره که خب بله انتخابات رو اگر بذاری اونجا مسائل حل میشه، جادت درست میشه، یا حتی اگر زیاد هم نمیخوای فکر کنی دنبال جاده ساز مملکتت میگردی و همون چیزهایی که به هر حال در همین الان ما میبینیم که
بعضن به عنوان دولت موقت بهش اشاره میشه، شورای موقت اشاره میشه، که بله اگه 4-5 نفر آدم پیدا بکنی، یکیش نمیدونم اقتصاددان خوبی باشه، یکیش نمیدونم سیاستمدار خوبی باشه، یکی یا 4-5 تا. من و شما قبلا با هم راجبش این صحبت کردیم که مثلا در بعضی از کشورهای آفریقایی، حال جالب شما اشاره کردید که بعضی از این حقوقدانان هستن که خب به هر حال در فرانسه هستن و حقوقدان هستن و فرانسه هم یه قانون اساسی داره و یه تاریخی داره. در کشورهای آفریقایی یه بابایی پیدا میشه، یه 4-5 تا از این حقوقدانان مستشار رو پیدا میکنه و میاد براش یه 4-5 صفحه مینویسه، اینو میگه قانون اساسی همینه. در صورتی که آقای قاسمی اشاره کردن، به هر حال بحثی که ما وجود داره برای اینکه دموکراسی رو تعریف بکنیم، قرارداد اجتماعیه. اون قرارداد اجتماعی قبل از اینکه ما به قانون اساسی برسیم که یک چیزی که در حقیقت پروسیجراله میاد تعریف میکنه، ما در این قرارداد اجتماعی بیایم اونو تعریف بکنیم که منافع مشترک و قابل تشخیص مردم چیه. یعنی اگر ما یک جایی رو درست بکنیم که حال به نوعی برمیگرده به همون طرحی که حزب سوشال دموکرات و لایک ایران ارائه داد در مورد مجلس شورای ملی موقت ایران، که ما یک سیستمی رو داشته باشیم که از همه جای ایران باشه و این مردم هستن که بر اثر تبادل آرا با یکدیگر میرسن به این که این منافع مشترک ایرانی ها چی هست. بالاخره بعد از 120 سال ما باید بتونیم که تمام ایرانی ها رو وقتی سوال میکنیم که به عنوان یک کشور منافع مشترک ما چیه. چون وقتی این سوال منافع مشترک و قابل تشخیص ما به وجود بیاد، ما میفهمیم که اتفاقا سیستمی که از دولت باید به وجود بیاد سیستم خیلی کوچیکیه. نمیتونیم همه چیزو داشته باشیم، چون اگه بخوایم همه چیزو داشته باشیم، گروه‌ها و اقشار مختلفی در یک جامعه وجود دارد با توجه به منافعی که مختلف هستش. بعضی منافعشون رو مثلا در داشتن اقتصاد خوب میبینن، بعضی در یک جامعه مدنی دنبال انجمنهای مختلف هستن، بعضی مسئله حرفه دارن. این منافع خیلی مختلفه. سوال اینه که در طراحی دموکراسی که ما داریم، این چگونه میتونیم این منافع مشترک و قابل تشخیص رو پیدا بکنیم و با مردم در میان بذاریم و مردم خودشون در جهت راه حلش برن. و این میشه بحث دولت که از مردم میاد، و بحث اینه که دولت هم میدونه که اون منافع مشترک مردم چیه، در اون جهت حرکت میکنه. قرار نیست یه چیزی از آسمون بیاد یا یک کسی بگه که من برای تو میتونم پیدا بکنم منافع تو چیه. صرف فرض بفرمایید که مثلا اون شخص رفته چه میدونم توی آمریکا، این چیزی که بعضا من میشناسم، توی آمریکا رفته مثلا یک فرودگاه خیلی گنده ای دارن، فکر کن اگه فرودگاه گنده رو بزنی شما به دموکراسی میرسی، و اگر این جاده درست کنه توی مملکت تو پیدا بکنی، مسئله دموکراسی حل میشه. در صورتی که من فکر میکنم مسئله در حقیقت برگردیم به این که این منافع مشترک مردم چیه و چگونه ما میتونیم پیدا بکنیم، خیلی مسئله مهمیه. و خیلی هم مسئله اتفاقا حالا این وسط که من می‌خواستم سوال از آقای قاسمی به طور مشخص بپرسم، اینه که یکی از مسائلی که به هر حال تو جامعه دموکرات به وجود میاد و بحث اینه که ما می‌خوایم منافع مشترک رو پیدا بکنیم، اینه که اختلافات باید بیاد به سطح بالای مملکت. یعنی این اختلافی که به نظری که بین ما هست باید بهش پرداخته بشه و راجبش صحبت بشه. چون یکی از مسائلی که حالا من باز هم اشاره می‌کنم، به هر حال ما این بحثی که خب در چند جلسه صحبت خواهیم کرد راجبش، اینه که یک جا شما صندوق رأی بذاری و نمیخواهی راجب این مسائل و اختلافات نظراتی که وجود داره در یک جامعه بهش بپردازی، یکیش در حقیقت این نفی دموکراسیه. چون دموکراسی برای اینکه بیاد ثابت بکنه که این اختلافات وجود داره، ما نمیگیم اختلاف وجود نداره، اتفاقا اولین کاری که باید بکنیم اینه که این اختلافات به سطح بالای یک جامعه آورده بشه و مردم بتونن باهاش در موردش صحبت بکنن. پس این اولین بحث دموکراسی. و شاید بعضن بعضیا که در مثلا در آمریکا صحبت میکنن، هی فکر میکنن آمریکا یک چیزه، یا در فرانسه که یک چیزه. در حقیقت در آمریکا و فرانسه اگر ما جمهوری و دموکراسی رو بخوایم حساب کنیم، یک چیز نیست. تفاوتی که بین مثلا دولت ترامپ و دولت بایدن در آمریکا وجود داره شب و روزه. دلیلش چیه؟ برای اینکه اون اختلاف رو میتونه جامعه نشون بده. دموکراسی به معنی هاش هاش کردن که ما اختلاف نداریم و جامعه همه چیز خوبه نیست. دموکراسی اتفاقا در دنبال اینه، وظیفش اینه که چون مردمش رو میخواد نشون بده که از کجا میان، اونو بیاد منافع مشترک مردمش رو پیدا بکنه. پس ما به دنبال این نهادینه کردن هستیم و اینکه طراحی و چگونه این سیستم رو طراحی بکنیم. جناب قاسمی، آقای
خلف به نکات خب خیلی مهم و خوبی اشاره کردن در جهت به حال نهادینه کردن دموکراسی. و خب این که من میخوام از شما سوال بکنم که اگر ما بخوایم این یک سیستمی رو طراحی بکنیم که به هر حال اولین نیازهاش همونجوری که من اشاره کردم واسه طراحی، اول قبل از اینکه ما به طراحی در حقیقت یا دیزاین در حقیقت جواب سواله، اولین چیزی که برای ما وجود داره این که سوال چیه. این سوال اینه که اون نقاط مشترک، اون نیازهایی که جامعه داره رو ما چگونه باید پیدا بکنیم. یعنی اولین سوال ما باید پیدا بکنیم، بعد دنبال جوابش باشیم. جواب دموکراسی با یک کلمه نیست. قبل از اینکه به اون برسیم ما باید این سوال رو مطرح کنیم که مسائل چیه، نیازهای ما چیه، مشکلات ما چیه. خب شما راجع به این چگونه فکر میکنید؟ چگونه میتونیم ما قدم‌های اول رو برداریم، این گفتمان رو در جامعه ایجاد بکنیم؟ به هر حال خیلی‌ها هستن که میگن اگه صندوق رأی بذاریم هر چی ملت خواست همون بشه. به هر حال ما میگم اون چیزی که اولین چیزی که ما به هر حال ما خیلی باید یه مقدار به صورت مثبت بهش نگاه بکنیم. من خیلی از چیزایی که با دوستان دارم اینه که توی هیچ جامعه‌ای، همون جامعه‌ای که خب به هر حال آقای خلف هم صحبت کرد، یا آمریکا هم حساب بکنیم، فرانسه به هر حال یا آمریکا، 250 سال در تقلای دموکراسی بودن. دموکراسی یک شبه به وجود نمیاد و هیچ کجایی هم به وجود نیومده. همون جوری هم که گفتیم به هر حال ما 120 سال تاریخ و تجربه داریم. این تجربه با در جهت مثبت ازش استفاده بشه. در یک نقطه تاریخی دیگری قرار گرفتیم که میخوایم بیایم صحبت بکنیم، که میخوایم وقتی به آینده نگاه بکنیم در یک قرن جدید این دموکراسی رو ما هم چگونه طراحی بکنیم. من خواهش میکنم شما نظراتتون راجع به این مسئله بیشتر با بینندگان و شنوندگان ما در میان بذارید. بله، خیلی متشکرم از سخنان شما، از سخنان آقای خلف. ببینید، ما الان جامعه ما این روزا در یک موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته. انتخاب در این موقعیت، انتخاب درست، خیلی مهمه. اما متاسفانه کسان و گروه‌هایی هستند که از روی نادانی، از روی وابستگی به قدرت‌های خارجی، از روی تصمیم‌گیری‌های عجولانه، از روی خود بزرگبینی و خودشون رو مطرح خواستن کردن تقابن میکنن. تقابن یعنی چی؟ یعنی شما گندم رو نشون بدید ولی تو کیسه‌تون جو باش. میگه که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. آنچه که ما کوشش کردیم در پروژه‌ای که ارائه دادیم، سعی کردیم همونو ارائه بدیم که در دستمون هست، که حافظ اینجا بهش میگه لعل. کسان دیگری میخوان خزف و یعنی اون پوست لعل و به جای لعل به فروش برسون. چرا اینو گفتم؟ ما در مقابل پادشاهی جمهوری رو مطرح میکنیم. تردید، جای تردید نمیذاریم. نمیگیم که حالا میشه مجلس مؤسسانی رو گذاشت و در اونجا اومد راجع به پادشاهی و جمهوری تصمیم گرفت. این دروغه.
ما به جای لایسیته، به جای سکولاریسم لایسیته رو بذاریم، چیزی که آزمایش خودش رو تا حد زیادی داده و در سالهای اخیر به عنوان یک مسئله جهان شمول مطرح شده و منشوری در اومده به نام منشور جهان شمول لایسیته در قرن 21 که این قابل تطبیق با شرایط کشورهای مختلف. ما به جای دولت موقت میگیم مجلس شورای ملی موقت و میگیم مردم در همه جا در نقاط مختلف بر اساس تعدادی از جمعیت ها که مشخص کردیم که این هم قابل تغییره، ولی حرف اصلیمون اینه که مردم خودشون برگزیدگان خودشونو معرفی بکنند، نه یه عده برگزیده بیان یه عده دیگر رو معرفی بکنند که این برگزیدگان هم هیچ مشروعیت برگزیده شدن رو ندارن. مثلا در خارج از کشور آدمایی الان لیست هایی هم دادن که اصلا بعضی از این آدم ها معلوم نیستن کیا هستن، هر کسی هم تازه قراره یه لیستی هم بده. و یک چیزی که واقعا آدم احساس میکنه که بعضی عقل از سرشون پریده، ما در مقابل سنت قانون رو مطرح میکنیم، نمیگیم برگردیم به جامعه اسلامی، سنن اسلامی، به تعصباتی که وجود داشته هر گذشته. ما در مقابل قانون، گوش کنید این خیلی جالبه، حق رو مطرح میکنیم. قانونی که مطابقت با حق نباشه میشکنیمش، قانون شکنیم. قانونی رو احترام میذاریم که قانون، اون قانون بر اساس حقوق مردم باشه، همونطوری که شما گفتید حقوق مردم اون چیزیه که برای مصلحت مردمه، برای صلاح دید مردمه. بنابراین قانونی که برای صلاح دید مردم نباشه ما معتقدیم که باید شکوندش. به این اصل ما خواستار براندازی کامل جمهوری اسلامی هستیم، برای که این قانون در صلاح دید مردم نیست. ما به دنبال این نیستیم کورتاژ کنیم، این بچه رو بذارید سالم به دنیا بیاد. این حرکتی که به وجود اومده نیاز به زمان داره که تا اون بچه به طور طبیعی به وجود بیاد. ادهی میخوان این وسط این انقلابی که در حال شدن رو کورتاژ بکنن. کار در تاریخ ایران هم شده و نتایجش هم دیدیم که همه رو بد، نتایجش بد بوده. ما در مقابل تغییر به وسیله قدرت‌های خارجی، تغییر و متکی بر اراده ملت، مشارکت ملت، مبارزات ملت و تلاش‌های ملت می‌بینیم. ما گزینش رو ببینید، اینجا یک مسئله است. وقتی ما طرحمون رو مطرح کردیم یه عده طرح رو درست نخوندن، چون درست نخوندن میگفتن که خب میگن که شما این طرحتون وقت زیاد میگیره تا اینکه اون آدمایی که با مردم باید در شهرستانهای مختلف در جاهای مختلف انتخاب بکنن یا
چون انتخابات که نمیتونه انجام بشه، دوره کوچیک انتخابات میذاریم برای بعدش، تو پروژمون همش به جزئیات اومده. ادهی میگن که خب این اصلا وقت نمیشه، طولانیه، شلوغ میشه، کشور از بین میره، میزنن میبرن خارجی ها. نه، ما پیشنهادمون گزینش از همین حالاست، منتهی گزینشی که هنوز نباید آشکار بشه. هر کس، کسایی که در مبارزه هستن، هر کس خودشون این گزینش ها رو انجام بدن. وقتی که اون شرایط به وجود اومد، شرایط گذار به وجود اومد، بلافاصله اینهایی که با هم دیگه صحبت کردن، برگزیده کردن، معرفی بکنن و بلافاصله در مدت بسیار کمی ما میتونیم مجلس شورای ملی موقت رو به جای دولت موقت که دولت در واقع نخبگان اولیگارشیه قرار بدیم که در اونجا تصمیمات گرفته بشه و کارها به شکل دیگه انجام بشه. ما به جای به کار بردن یک عبارت که عبارت همیشه غلطیه و سوء استفاده ازش شده، تساوی زن و مرد، چندین دهه هم هست که میگیم تساوی زن و مرد، ما به جای این پیشنهاد میکنیم، میگیم نه، تساوی عددی زن و مرد، برابری زن و مرد در تمام نهادهای دولتی و نهادهای، وقتی میگم دولتی یعنی تمام اون سه قوه به اضافه قوای دیگر، به اضافه در بقیه چیزهایی که میتونه وجود داره در مدیریت کشور. بنابراین این همه اینها رو ما برای این میگیم، برای این که ما به دنبال جامعه‌ای هستیم که در اونجا دموکراسی بتونه. بنابراین اون این ابزاره ها شما فرمودید در صحبت، یه بخشی از ابزار و وسائلی که ما نیاز داریم اینها هستن که باید کار بکنیم، روش تبلیغ بکنیم و سعی بکنیم که وارد جامعه بکنیم. و اتفاقا و خوشبختانه الان خیزش ها و جنبش کلی در جامعه و همینطوری انقلابی که در حال شدنه، وابسته به حسن و حسین و شاه و نمیدونم آخوند و فلان و بهمان نیست، بلکه خود مردم هم که توش هستن، و به نظر من اون مردمی که توش هستن و اونها هم قادر خواهند بود نماینده خودشون رو انتخاب بکنن. چرا میترسیم؟ آخه چرا ترس داریم از این که اون کسی که تو خیابون میاد برادرش کشته میشه، پدرش کشته میشه، فلان مونده، وقت نتونه یه کسی رو هم انتخاب بکنه؟ منی که توی اروپا نشستم، بیام از اینجا یه لیست بدم بگم که برید انتخاب بکنید، این یک نوع از دست دادن چه میدونم عقل میشه گفت یا برحال حسنی. خیلی ممنون آقای قاسمی، چون وقت ما تقریبا تموم شده. من اگه بخوام یک جمع‌بندی کلی بکنم از صحبت امشبمون، چون به هر حال این بحث ادامه خواهد داشت برای هفته بعد که ما یه مقدار وارد به قول معروف جزئیات بیشتری بشیم، اگر من بخوایم که صحبتایی رو که تا حالا کردیم بگیم که خب اگر بخوام طراحی اولیه، چون به هر حال همونجوری که گفتم یه قسمتش اینه که خب دولت رو مردم قرار تشکیل بدن، نیازهای مردم چیه، منافع مردم چیه، اون صحبتی که به هر حال باز مطرح هستش اینه که مردم چگونه میتونن بر دولت کنترل داشته باشن. اون قسمت شاید سخت‌تر باشه، بحث نهادینه کردن در دموکراسی، یعنی اینکه خب شاید بسیاری از شکست‌هایی که در طول تاریخ بشر افتاده در بحث دموکراسی اینه که خب اول تقریبا میشه گفت نیت همه خوب بوده، حتی در انقلاب مشروطه ایران، حتی موقعی که رضا پهلوی میره مجلس، بحث این بوده که خب بله میخوایم ترقی بیاریم، میخوایم
آبادی بیاریم، ولی هیچ کی صحبت اینو نکرده که خب اگر رأی اول آوردی، سوال اینه که مردم در آینده چگونه بر دولت میتونن کنترل داشته باشن، این کنترل مردم بر دولت چی خواهد بود. سوالی که به هر حال همین الان هم همونجوری که آقای قاسمی تلویحا اشاره کرد، خب 5 نفر 10 نفر هستن که میخوان اونجا برن، سوال اینه که چگونه میتونن کنترل داشته باشن. من قبل از اینکه ادامه بدم، آقای خلف میخواستن به مسئله ای رو اشاره کنم، اجازه میدم ایشون صحبت کنم، بعد من صحبت آخر رو انجام خواهم داد. زیر یک دقیقه من یه پیشنهاد دارم، تکرار میکنم این پیشنهادمو. اون در مقدمه قانون اساسی آینده ایران، منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه اون نوشته شد. از اونجا بقیه اصول نمیدونه علیه منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه باشد. در اصل یک قانون اساسی آینده ایران، جمهوریت و لایسیته و عدم تمرکز اداری، دوستان، عدم تمرکز اداری یعنی بازسازی استبداد مرکزی نکنید. بنده تمام کردم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. به هر حال من اگر قرار باشه هفت برای قسمت اول بحث دولت و اینکه منافع مشترک مردم رو چگونه انجام بده، اگر من هفت خصوصیت بخوام از صحبت دوستان جمع بکنم، و حالا میگم هفته های بعد ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، یکی بحث حاکمیت قانون بود. آقای قاسمی البته اشاره کردن که هر قانونی نه قوانینی که بر اساس حقوق مردم باشه. بحث دوم بحثی که آقای خلف اشاره کردن، بحث جدایی قدرت قوه ها بود در یک سیستم جمهوری. برای این مسئله که بسیار 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 ضرر کردیم، در حقیقت یکی از بزرگترین مشکلاتی که حتی دولت مصدق در سال 1953 داشت، بحث عدم جدایی سه قوه بود. بحث دیگه که به هر حال ما صحبت کردیم ولی زیاد بهش نپرداختیم، ولی اون صحبتی که آقای قاسمی هم اشاره کردن در بحث مجلس شورای ملی موقت ایران، بحث دموکراسی اقناعی هستش که ما باید یک محیطی رو فراهم بکنیم که بدون اینکه به رأی گذاشته بشه و مسائل راجع به صحبت بشه، باید یک محیطی فراهم بشه که مردم بتونن با هم صحبت کنن. و همونجور که آقای قاسمی اشاره کردن، به هر حال طرح حزب سوشال دموکرات لایک ایران در حقیقت در همین سوه که از همین حالا این مسائل شروع شده. حالا این به عهده ماست که بپذیریم که شروع شده، یا اینکه دوباره میخوایم وایسیم که ببینیم داور مسابقه که سوت میزنه که اون موقع شروع بشه. اصلا که در واقعیت هم چیزی نیستش. این بحث شروع شده، این بحث 120 ساله که برای ما شروع شده. سوال اینه که ما به عنوان یک شهروند چگونه حاضریم که وارد این بحث ها بین خودمون بشیم. بحث چهارم بحثی که به هر حال ما امروز زیاد بهش صحبت نکردیم ولی تلویحا هم بهش اشاره کردیم، بحث در داشتن دو مجلس. گفتیم که به هر حال وقتی مردم میخوان در یک سیستم وجود داشته باشن، اینه که نحوه مشارکت مردم چگونه است. به هر حال این تقسیم بندی ها به نوعهای مختلف وجود داره. یک تقسیم بندی بزرگی که به هر حال ما بهش اشاره کردیم، بحث وجود زنان و مردان در دولت به عنوان هر سه قوه هستش، ولی بحث دیگه بحث داشتن دو مجلسه و اینکه تغییرات این دو مجلس و بافت این دو مجلس چگونه خواهد بود. بحث دیگه ای که صحبت شد و ما به عنوان یک سری اصول مطرح کردیم اینه که همه مسائل نباید سیاسی باشه، بعضی از اصول غیر سیاسی هستن. حالا این اصول غیر سیاسی اینه که چگونه دموکراسی رو ما می‌خوایم داشته باشیم، آیا در مورد انتخاباتی که قرار میشه. مثلا یکی از بزرگترین مسائلی که همین حالا در آمریکا وجود داره و بعضن خیلی‌ها بهش اشاره می‌کنن به دلیل ضعف دموکراسی و اصلا آیا دموکراسی در آمریکا وجود داره یا نه، سوال بر سر اینه که خب اگر دموکراسی وجود داره، چه مرضیه که این حوزه های انتخاباتی در آمریکا متناوباً در حال تغییره؟ چرا وقتی که ما باور داریم که مردم باید در سیستم نمایندگی داشته باشه و نمایندگی بکنن، چرا این حوزه های انتخاباتی کاملا تغییر میکنه و تغییر میکنه؟ یک مسئله دیگه که در آمریکا هنوز که هنوز مطرح هستش، به هر حال قانون اساسی 250 سال پیش نوشته شده، روز اول سه‌شنبه اول نوامبر، اگر اون سه‌شنبه اول نوامبر نباشه، روزیه که مردم در انتخابات شرکت میکنن. خب سوال مهمترین سوال اینه که خب الان با توجه به کامپلکسیتی یا پیچیدگی جامعه، روز سه‌شنبه روز کاریه. چرا هنوز آمریکا به این نتیجه نرسیده که اگه میخواد انتخابات برگزار بکنه و بحث دموکراسی و حضور مردمه،
چرا یک روز تعطیل انتخاب نمیشه؟ درسته خب در قانون اساسی نوشته شده، ولی آیا این اراده ملی وجود نداره؟ به دلیل باور به دموکراسی ما میتونیم یک روزی رو بذاریم که همه مردم بدون دغدغه در این روز شرکت بکنن. ما بحث‌های پاسخگویی مستقل رو صحبت کردیم تلویحاً، که یک دولت باید بتونه مراجع مستقلی داشته باشه و گزارش داشته باشه و اینکه دولت چگونه کار میکنه. و نهایت اون چیزی که شاید خیلی کمتر از همه راجع به صحبت کردیم بحث آزادی اطلاعات بود، و بحث به هر حال در آزادی اطلاعات بحث اینه که خب چگونه مردم میتونن به دولت نظارت بکنن، مسائلی که در دولت مطرح میشه چگونه میتونه در جامعه نقش پیدا بکنه. ما برمیگرده بحث آزادی مطبوعات که خب ما میدونیم از 120 سال پیش که در زمان مشروطیت شاه قاجار این کارو کرد و بعدش شاه پهلوی، هر دو پهلوی، و الان هم که خب جمهوری اسلامی همه آگاه هستن که چگونه در این مسئله انجام میدن و چگونه مشکلاتی رو ایجاد میکنن. برای این مسائلی بود که من فکر میکنم بحث دولت رو تشکیل بده، ولی قسمتی که حالا بعداً صحبت خواهیم کرد در آینده بحث اینه که چگونه ما میتونیم مسائل حق اعتراض رو برای شهروندان نهادینه بکنیم. این صحبت‌های ما ادامه خواهد داشت. من در آخر صحبتام خواهش میکنم اگه عزیزان صحبتی دارن اضافه بکنن انجام بدن در ظرف 2 یا 3 دقیقه، و بعد که ما هفته بعد بحثو ادامه خواهیم داد. آقای بعض اول آقای خلف شروع میکنم، بعد آقای قاسمی. آقای خلف بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه شما، من صحبتی ندارم. متشکرم از زحمات شما. خیلی ممنون. جناب قاسمی بفرمایید. خیلی متشکرم. در چند کلمه، ما هدفمون اینه که در جامعه دموکراسی باشه، فقر از بین بره، آزادی باشه، استبداد از بین بره، دین در امور سیاست دخالت نکنه و آزادی ادیان وجود داشته باشه. ما ضد دین نیستیم، برعکس ما برای آزادی ادیان احترام قائلیم و در قانون این آزادی رو تا موقعی که اونها در سیاست دخالت نکنند مورد توجه قرار دهیم. خیلی ممنون از فرمایشات شما. این برنامه توسط من پویان اصلانی عضو نهاد راهبردی حزب سوشال دموکرات سلایک ایران انجام شد. در برنامه رنگین کمان ارگان رسمی در برنامه رنگین کمان بنیاد آزادی و اندیشه ارگان رسمی حزب سوشال دموکرات و لایک ایرانه. ما از شما دوستان خواهش میکنیم اگر سؤالی نقدی و پرسشی دارند برای ما ارسال کنند، ما حتما اونها رو در نظر خواهیم گرفت و بحث خواهیم کرد راجع بهشون. و در این حال همونطور که عرض کردم در برنامه های آتی ما سعی خواهیم کرد که این بحث دموکراسی رو بیشتر باز بکنیم برای دوستداران، مخاطبان، بینندگان و گفتمان در سطح جامعه ایران ایجاد بکنیم. به هر حال گفتمانه که باعث میشه که نشون بده که این صحبتی رو که ما در وجه باوری که به دموکراسی داریم چگونه در جامعه نهادی نمیشه. و این به وجود نخواهد آمد همون جور که آقای قاسمی هم اشاره کردن اگر ما به همدیگه احترام بذاریم و بتونیم با منطق همدیگه رو قانع بکنیم بدون اینکه صندوق رأی بذاریم ببینیم که کی رأی بیشتری میاره. من از همه شما متشکر هستم، به خصوص از دوستان مهمان این برنامه. شب همگی بخیر. سپاس از شما.